سلام سلام، چطوری؟ خوبی؟ امروز 2 روزه که از فوت متیو پری، هنرپیشه نقش چندلر بینگ در سریال فرندز میگذره. کتابه رو وقتی که من رفتم اینجا تو تورنتو، استیج فرندز بود، یعنی اتاقاشون و اینا رو همه رو عین همونا و اینا، حالا عکساشو میذارم ببینین. اینجا درست کرده بودن تو تورنتو، تیکت میفروختن و تو میرفتی اون تجربه رو داشتی و تست میدادی و قسمت های مختلف و لباسا رو گیتار میگرفتی، مثل فیوی میزدی، خیلی چیز باحالی بود. بعد من اینو با برای خودم به عنوان یادگاری فکر کنم با یه جاسوچی برای یک دوستام و یه چیز دیگه گرفتم. آها، با کلاه فرندز، با کلاه فرندز هم گرفتم. میخوام بهت بگم که من از چندلر بینگ و اتفاقاتی که افتاده و فوت متیو پری چی دارم که بهت بگم. خب اگر که کتاب فرندز متیو پری رو خونده باشین، اسم کتاب هست دوستان فرندز. یه فصل درمیون، یه فصل میره عقب تو بچگیش، یه فصل برمیگرده به روزگار امروزش. و من این کتاب با صدای خودش گوش دادم. خیلی الان برام کار سختی بود. یه تیکش رو نشستم دوباره گوش دادم. Hi everyone. While writing my memoir, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, I had a chance to reflect back on some of the most important, for better or for worse, moments and experiences in my life. It was a really personal and sometimes challenging journey. خیلی کتاب جالبیه، خیلی خوب نوشته، خیلی. من راجع به متیو پری چند تا چیز میخوام بهتون بگم. یکی میخوام از بچگیش بگم، یکی میخوام از امروزی که فوت شده و اثری که توی این مدت از خودش گذاشته بگم. دوران بچگی متیو پری برای ماها که بچهای دور برامون رو میبینیم، یکی از بزرگترین چالشاش نداشتن والدین مؤثر و میخوام بگم کارآمد دور و برش بود. اصلا این پدر مادر آماده بچه دار شدن نبودن، تصادفی آوردن. بعد بابای پاشده از کانادا، اتاوا، مرکز کانادا، پاشده رفته LA، لس آنجلس که هنرپیشه بشه. این بچه رو با لیبل بدون همراه از این ور ایست کوست به اون ور وست کوست، هر بار تو پرواز تنهایی فرستادن و این از بچگی بدون همراه بودن، تایید نگرفتن، عزت نفس پایین تو وجودش رفته. بعدش هم که خب حالا اتفاقات خیلی زیادی تو زندگیش افتاده که ختم به این شده که این به الکل پناه برده و دچار اعتیاد شده. تو یکی از فیلم‌ها که داشته بازی می‌کرده از جت اسکی افتاده، تصادف وحشتناک کرده که باعث شده که پاش و اینا صدمه ببینه و به دلیل اون عملی که کرده و درد وحشتناکی داشته مونده رو قرصای مسکن. برای خیلی این اتفاق میفته. برای اینکه ببینین ما تو چه بدنمون، چه فیزیکمون، چه منتال هلتمون، وقتی ما یه بازه زمانی رو با برای اینه که به سلامت برسیم، برای اینکه بدنمون ترمیم کنه، هی بگیم چاپ 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 بدو بدو دیر شد من باید برم صحنه، هی بخوایم به جای اینه که بزنیم بدنمون ترمیم کنه، با مسکن ساکتش کنیم که به کار برسیم، انگاری که بچه ها بهش میگن انتقام بدن، چه به روح تو چه تو به فیزیک تو، انگاری که یه انتقامه که بدن تو از تو میگیره، روح تو از تو میگیره. کسایی که تو سوگ درست برخورد نمیکنن، یعنی چاپ 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 یه اتفاق بدی براشون میفته، چه از دست دادن آدم ها، چه میخوام بهت بگم یه اتفاق بدی براشون میفته. خب و به جای اینکه از توی اون اتفاق، از توی اون تونل ترسناک رد شن، مثلا اصلا تو رابطه میان، سری میرن توی رابطه دیگه، هی به آدم های مختلف پناه میبرن، هی از همه آویزون میشن، اینا یه جایی بدنشون اینا رو، جسم و روح آدم ها رو میگیره میکشه پایین، میگه بشین من با تو کار دارم. و چون به صورت مؤثر و سالم نرفته مخرب میشه. اعتیادم یکیشه. من نمیگم هر کس سوگ و عمل جراحی بیاد بیرون قرار معتاد شه ها، ولی میخوام بهتون بگم این یکی از چیزاییه که تأثیر میذاره. متیو پری این مشکل تو بچگی، تو نوجوانی داشته، بعد همیشه دلش میخواسته تایید پدرش رو بگیره، پدرش هم خودش میخواسته مربیش نمیتونسته بشه. وقتی اینم هی براش فرصت های خوب پیش اومده قبل از فرندز، باباش هیچ وقت براش خوشحالیش رو نشون نداده، براش نبوده، همراهش نبوده و چقدر دردناکه که ما همون جایی که میخوایم تایید بگیریم، اکثریت قریب اتفاق مواقع اصلا تایید اون آدم قابلیت دادن تایید نداره و این بیچاره بال بال میزده بگیره. یه چیزی که تو کتاب خیلی برام جالب بود و دردناک اون جایی بود که مامانش مثل که تو کابینه ترودوی بزرگ، تو نخست وزیر بزرگ بوده و یه جایی
میگه که من یه آرزوم بوده که وقتی این پشت سر نخست وزیر میفتم نمیدونم سکرتری بوده، یه کار ادمین خلاص داشت. این که میرفته میگفت یه جایی دلم خواست چرا اون همه خبرنگار برگ اینم تو این جمع بوده بچگی اون گوجا یه فینگلی، میگه یه جایی دلم میخواست که این برگرده عقب نگاه کنه و من اگنالش کنه وجود منو به رسمیت بشماره، ولی هیچ وقت نکرد. و ببین تمام زندگیش سعی کرده اون به رسمیت شناختن رو بگیره، چون همش این وسط بوده دیگه، آویزون این و اون بوده دیگه، هی بالا پایی میشده و از این ور به اون ور. چقدر دردناکه خدا وکیلی، خیلی دردناکه دیگه. ببین تو تمام طول 10 سال فرندز که این بنده خدا روی اعتیاد بوده و همش هم میگه اونجایی که لاغر بودم رو مواد مخدر بودم، اونجایی که چاق بودم روی الکل بودم، یا به عکس داشتم هی ترکشون میکردم، همه اینا، یعنی همیشه درگیر بوده. اصلا یه جاهایی یادش نمیاد یه سری صحنه ها رو، تو فرندز یادش نمیمده، تو کتابم میگه. و دردناکترین قسمتش اینه که اصلا نمیتونسته نگاه کنه دیگه سریالو، برای اینکه میگفت تمام مصاحبه که بعد از نوشتن کتابش داشت، من همه مصاحبه ها رو دیده بودم قبل از مرگش، خداشو قبل مرگش میگفتش که من برای این I feel bad for this guy، بر خودش جوانیش که چقدر آزار میدی، چقدر بالا پایین میپرید. چی میشه بالاخره ترک میکنه تموم میشه این ماجرات که 2-3 سال قبل از مرگش بوده، این بوده که یه دفعه از یه اووردوز میکنه و میگه روده هام ترکیدن و این میره توی چیز کریتیکال کیر که میگه اونجا که یکی میره دیگه مرگ دیگه، به خانواده هم گفتن دیگه بالای 75% میمیره. و اون شب میگه 2 نفر دیگه 3 نفر دیگه هم تو اون بودن کریتیکال کیف و من زنده موندم. و من گفتم خب اگه از اینم من نجات پیدا کردم، 5 ماه میمونه توی بیمارستان، بعد 6 ماه ازش کیسه مخصوص آویزون بوده که روده هاشو به کار بندازن همه اینا. و بالاخره از همه اینا میاد بیرون و تصمیم میگیره که برای همیشه ترک. میگه بالای 14 میلیون دلار تا حالا پول ریهب و اینا داده بوده. و موقعی که کتابو مینویسه، بعد تو این پروسه ترک، بعد تو وقتی یه چیز رو برمیداری از زندگیت که انقدرش چیز داری، اتصال داری، بعد 1000 تا چیز دیگه بذاری جاش دیگه، شروع میکنه نوشتن، میبره به یه دونه پابلیشر نشون میده، میگه بابا اینو باید 10 برابر کنی، این که یه فصل کتابو این شروع کنه نوشتن 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 نوشتن. و خیلی کتاب جالبی میشه. مرکز ترک اعتیاد پری میزنه که خب اون الان هست، باقی مونده این آدمه. و تمام اینتنشن قصدانیتش از این کتاب این بوده که بگه که به آدمایی مثل خودش بگه که این یک مریضیه، خودتون رو سرزنش نکنید، برید دنبال درمان و تا آخر عمرتون با شما خواهد بود، تاریک تیره است و تا آخر عمر باید باش بجنگید. خیلی درسای خوبی تو کتاب داره. I want people to understand that they're not alone, that there are other people feeling exactly the way they're feeling, that their behavior is not insane, that they have a disease, and it's not their fault. یکی از بزرگترین درساش اینه که میگه وقتی شما تمایل زیاد دارین که برین به سمت الکل یا مواد مخدر، هر چی، ماریجوانا، وید، همه اینا رو میگه، بدونین که این طبیعی نیست، باید ببرین کمک بگیرین، خودتون رو گول نزنین، اون مراحل اولیه‌شه، خودتون رو گول نزنین، فکر نکنین حالا فقط 5 شب تو هفته است، حالا نمیدونم فقط ویکند است، ولی در حد مرگه که دیگه فرداش چی آدم نمیاد. همه اینا رو میگه، میگه اینا نشانه های اعتیاد به مواد مخدر و سابستنس ابیوز دیگه الکل و همه اینا. و همش میگه هر چیزی که اضافه وارد بدنمون میکنیم به صورت متمادی این کارو میکنیم و بیش از اندازه اعتیاد. مصاحبه های متیو پری، اگه الان واقعا بچه هایی که فرندز دوستن اگر که مصاحبه های متیو پری میتونید تماشا کنید، برید تماشا کنید. و ببین به نظر من یه چیز جالبی که همیشه برام بود از متیو پری این که چقدر قیافه عوض کرده بود. مدلمون خیلی هم استایل موهاش قشنگ بود، خودش که خوش قیافه بود، استایل موهاش هم بانمک بود. 100 مدل مو از جنیفر انستون بیشتر اون مو عوض کرده بود. قبول نداری بری نگاه کنی میبینی. و این اواخر من یکی دوتا ویدیوی آخر مصاحبه های آخرش، مثلا یکیش 10 روز قبل از فوتش بود، دیدم چقدر رو به راه، یه دفعه تو خیابون من ملت داشتن ازش امضا میگرفتم، دیدم چقدر خوبم لاغر کرده بود و چقدر فرش بود و نوشت، من دیگه تصمیم گرفتم زندگیم لذت ببرم. عزیزم، یعنی اصلا من میدونی من برای متیو پری و برای خودم و برای دوستداران سریال فرندز برای این خوشحالم که متیو از اووردوز و اینا نمرد، از کاردیک ارست دیگه، قلبش وایستاده تو جکوزی، خب انقدر که سرش بلا اومده بوده قبلا با اعتیاد. ولی از اینی که بشنوی متیو پری خودکشی کرد، بشنوی متیو پری اووردوز، اصلا تو خونش نه الکل پیدا کردن نه مواد پیدا کردن، هیچ پیدا نکردن، و من بابت این خیلی خوشحالم.
یعنی در حین این که داشت از زندگیش لذت می برد و فهمیده بود زندگی واقعی یعنی چی از دنیا رفت و من بابتش خیلی خوشحال. کتاب خیلی به همه توصیه میکنم، اینجا میذارم ببینینش، هم به فارسی ترجمه خیلی خوبی شده هم انگلیسیش. بچه‌ای که خارج از ایرانین حتما رو آدیبل وایسش متیو پریو بگیرین و گوش کنین. هر مقداری که بابت کتاب در خرید کتاب خارج از ایران شما پرداخت میکنین میره به اون انجمن چیز اعتیاد، کمک به ترک اعتیاد، بنابراین واقعا یه خیری است. من با این ماجرا خیلی خوشحالم و تصمیم گرفتم تیکه های مختلف این کتابم براتون جدا جدا بخونم و بگم. قسمتش که توی این اپیزود The One With The List، اون اپیزودی که در مورد لیسته، میگه If you're struggling with a conflict at work, at home, or among friends, it can be difficult to gain clarity without taking some time to reflect on the consequences of your actions. میگه اگر توی هر تو با یه مشکل بزرگی دارین دست و پنجه نرم میکنین، چه سر کارتون، چه تو خونه، چه میونه دوستاتون، ممکنه برای اینکه بتونین شفافیت، بتونین یه وضوحی کسب بکنین از اینی که بفهمین اصلا ماجرا چیه، بتونین حلش کنین تو ذهنتون، یه راه حلی از توش در بیارین، براتون خیلی مشکل باشه، زمان زیادی ببره. ولی اینی که بشینین رفلکت کنین روی نتیجه رفتارتون، بهتون کمک میکنه که بفهمین که کانفلیکتتون علتش چیه و چجوری میتونین از پسش برد. خلاصه میخوام بهتون بگم که خیلی دردناکه که ما متیو پری از دست دادیم، خیلی زیاد، ولی دردش نباید باعث بشه که ما اون سریال تماشا نکنیم. من که اون تو سریال متیو خیلی درس ها برای ما داشته، خیلی زیاد. متیو پری یکی از خصوصیت های خیلی بزرگی که داشته این بوده که وقتی آنکامفتبل میشد و معذب میشده با جوک ماجرا رو میخواسته حل و فصل کنه، همش تو کار جوک ساختن و جوک نوشتن و اینا بوده. به نویسنده سریال هم تو این ماجرا خیلی کمک میکرد. پس ما میتونیم زندگیمونو با هیومر و جوک قاطی کنیم، ازش بیشتر لذت ببریم و یادمون باشه آدم ها میان تو زندگی ما برای اینکه یه خاطره ایجاد کنن. چرا خوبه که خاطره های قوی تر و قشنگ تر ایجاد کنن و ما باید درسشو بگیم، یعنی فقط با قصه نریم جلو. واقعا روح شاد، خدا رو شکر، دمش گرم، واقعا آفرین بهش که ترک کرد، کتاب نوشت، مؤسسه رو زد، بعد از دنیا رفت. دلتون شاد و تنتون سلامت.